به ریچشون قربانش. یکی از عادات و رسوم مسلمانان کلیمیان و همچنین مسیحیان این است که کفشا رو در بیارید قبل از اینکه وارد بشید. دومی یهود هست بعد از بیت المقدس به نام استر و مردخای. این هم جنریشن و یا همون شجره و نسب نامی استر و مردخای هست به زبان عبری. از راست به چپ با 15 تا واسطه نسب میرسه به حضرت یعقوب نبی علیه السلام. قدمت بنا 2500 سال هست تا زیر گنبد دست نخورده بهش. گنبد بالا رو در زمان ارغومشاه مغول براش میذارن 700 سال پیش تا امروز دیگه بازسازی نشده. مقبره مردخای و این استر عمو برادرزاده. صندوق ها را هم 200 سال پیش یک هنرمند توی سرکانی براشون میسازه از چوب آبنوس. پارچه ها جنبه تبرک و نزورات داره. اونم ده فرمان خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام. حضورتون عرض بدارم که اینها توسط کوروش کبیر آزاد میشن از شهر بابل و عراق امروز در 2000 خورده سال پیش. از کردم که اسم اصلیش حدثه بوده ولی بعدا به علت زیبایی بی‌نهایت زیاد و وقت لقب استرابش بیدم مورد توجه و عشق شدید خشایارشا قرار میگیره. در اون موقع هم در دربار خشایارشا توطئه‌ای توسط هامان نخست وزیر خشایارشا بر علیه قوم یهود شکل میگرفت که مردخای متوجه میشه، استر را وادار میکنه وارد دربار خشایارشا بشه و اون توطئه را خونسا بکنه. همین کار رو میکنه و اون جشن معروف پوری احساسی که نسبت به پرکیشانتون دارید و نسبت به دین یهود و قربانش تمام عزیزانی که دور از وطن هستن با هم دوست همه شان سلامت باشن ایشون. بکنم با برای خودشون.
הזקנים יושבים בחוץ ומדברים צפלים סדוקים של תה ביסקוויטים עם חורים אבל לאן נערמו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל הילדים איפה הם כולם לתוך הפרדסים מרבד דלתן רטוב נוצץ באור ירוק שועל שקרן בוכה בוודי לא רחוק אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם כל הילדים